به نام خدا. در جلسه گذشته با هم دیگه محبوب ترین مطالب رو انجام دادیم. حالا نوبت به شبکه های اجتماعی میرسه. خب شروع میکنیم. بعد از پاپیولار می نویسیم. خب ابتدا تایتلش رو می نویسم، ولی اگر دقت کنید در سمت راست ما یک سری تایتل داریم که شبیه به همه. خب یک کلاس برای همشون تعریف میکنیم که از کد نویسی دوباره جلوگیری کرده باشه. اسمش رو میذارم border title. اینها رو هم به صورت UL می نویسم، صورت لیست یعنی. یک کلاس براش تعریف میکنم اسم فیسبوک. متنش رو هم از داخل PSD برمیدارم. خب سایت رو ریفرش میکنم، مطالب من اومده اینجا. خب استایل رو شروع میکنم، از تایتل شروع میکنم. ارتفاعش رو میگیرم 46، ارتفاع بردرش هم 2 پیکسل، رنگ بردرش رو هم برمیدارم. ریفرش میکنم. خب حالا تگ ایچش هم استایل میکنم. فون سایز 24 پیکسل، رنگش رو هم برمیدارم. خب یک فاصله این پایین هستیم به خاطر مارجینی هایی که به تک های اچ دادیم 0 پیکسل. خب باز از اطراف یه فاصله ای داریم، ما اندازش رو میگیرم 18 پیکسل. حالا سراغ لیستا میرم. سلکتورام رو می نویسم. الای هام 42 پیکسل. یک بک‌گراند دارم. یک مارجین باتم 10 پیکسل. خب تک های ای ما یک پدینگ رایت داره 40 پیکسل. فونت سایزش رو هم برمیدارم، فونت سایز 18 پیکسل.
خب یه هاور براش میذارم که موز رفروش رنگش کامل مشکی بشه. ریفرش میکنم، خوبه. خب تایتل و الای ما به هم چسبیده. من اینجا فاصله رو اندازه میگیرم، 16 پیکسل به بوردر تایتل میدم. خوبه. خب ما اینجا یه آیکون داریم. حالا به تگ های A که کلاس دارن بک‌گراندشون رو هم میدیم. خب ایمیجز facebook.jpg background URL right no repeat. اوکی، پدینگ رایت ما اشتباه نوشتیم. یک بار دیگه اندازه میگیرم، ببخشید. 68 میز. خب از روی این ال آی 4 تا کپی میکنم با کلاس های مختلف. میذارم. کلاس و یوتیوب. عددش رو کم و زیاد میکنم، خیلی مهم نیست. ریفرش میکنم. خب این های آیکوناشون نیومده، توی CSS براشون آیکون میذاریم. خب ذخیره میکنم. آیکون توییتر ما نیومد. کلاسش رو اونجا اشتباه نوشتم. خب شبکه‌های اجتماعی ما هم ساخته شد.